همیشه تو خونه روسری تر میکنی؟ نه، چون آخه تو لایو ممکنه یه سری بیان به خاطر اون روسری سر که نه بابا روسری سر نمیکنم. یعنی اعتقاد داری به روسری؟ یه جورایی. حالا باشه، حالا راحتی. ازم از من خواسته بود که یه لایف با هم بذاریم توی پیجش، گفتم باشه. ازم میخوای خودتو یه معرفی کنی؟ منم که زیبا ناوک هستم، اول 60 سالم هست، ساکن هامبورگ هستم. بعدش از طریق پیج اینستای منم ازم با من آشنا شده. خب و من در خدمتم الان برای پاسخگویی به سوالات شما و بحث ادامه بحث. خب بگو ببینیم که چه در دلت هست. اول انگیزه لایوت اول چی بود؟ میخوایم تو هم اول خودتو معرفی کن. انگیزه خاصی که ندارم، فقط خواستم یه صحبت بکنیم. حالا من اعظمم ایران هستم، تو شهر زنجان. 39 سالمه، متولد 60 هستم. بعد اینکه دبیر بودم، دبیرستان درس میدادم، دبیرستان دخترانه، درس جامعه شناسی و تاریخ و اینجور چیزا. بعد ولی متاسفانه 4 سال پیش یه اتفاقی برام افتاد، قیافم هم خیلی داغونه میدونم، به خاطر همین اتفاق است دیگه، پوستم، قیافم، همه چیم داغون شده. یعنی تصادف کردیم با خانوادم، من ماشینمون چپ شد، مادرم و خواهرم و برادرم تو ماشین بودیم، متاسفانه ماشینمون چپ شد و من از ناحیه کمر آسیب نخاعی شدم و به قول معروف دیگه نمیتونم راه برم. 4 ساله متاسفانه رو ویلچر هستم و به خاطر همین اتفاقم دیگه مدرسه هم نمیرم، تدریس نمیتونم. البته از نظر اینا میگن بیا، برای ما مهم نیست تو رو ویلچری چی هستی کیا، وگرنه میگن حقوقتو قطع میکنی، یا بیا سر کار، یا مرخصی بدون حقوق بگیر، یا از کار افتادگی بگیر. از کار افتادگی هم خب خیلی شرایط بدی داره، حالا حقوق آدم خیلی کم میشه، من به این پول احتیاج دارم واسه درمانم. به زور دیگه تا این تو این 4 سالو به زور نگه داشتم دیگه، نگه داشتم با یعنی حقوق تنوز همونه. آره همونه، ولی دیگه دارن چون با 1000 تا کمیسیون پزشکی و اینا دوندگی که دیگه نگم براتون چقدر منو اذیت کردن. من چیز کردم، مرخصی گرفتم تا حالا استعلاجی، البته نه وسطم یک سال مرخصی بدون حقوق گرفتم، ولی خب دیگه الان میگن نمیشه دیگه، استعلاجی هم قبول نمیکنیم. مگه چقدر است؟ در حالی که من استخدام رسمی آموزش پرورشم. راست میگن دیگه. بعد کار افتادم بکنن، خب از کار افتادم بکنن، اینم نمیکنن. کیه من مدرسه؟ ببین تو گفتی که بیا سر کار و این خیلی جالبه. ما اینجا تو آلمان هم، تو هامبورگ هم اتفاقا کسانی که هندیکپ هستن یا مثلا معلولیتی رو دارن، اینا خیلی امکاناتشون بیشتره. چه از اصلا خیلی امکانات بیشتری دارن. حالا میگم براتون امکاناتو، حالا براتون میگم امکاناتو اینا رو. ولی خب دیگه حالا این از کارم دیگه فعلا اینجوری، از کار افتادم هم نمی کنن. مدارک اونم دادم، اینقدر میدونه الان من چند ماه مدارک دادم که منو از کار افتاده بکنن، تکلیفم مشخص بشه، اونم انجام ندادن. هی یه روز میگن بیا این مدرک کمه، اون مدارکت کمه، اون سند کمه، عکس بیار، این جواب این کمیسیون. راحتیم برور میری؟ راحتیم برور میری؟ من که نمیتونم راه برم، رو ویلچرم دیگه. نه میدونم، همون ویلچر نه تو خونم بگو، اینم بگو تو خونم بگو. تو خونه، آره تو خونه که پیش مادرم زندگی میکنم. اول که اصلا هیچ تحرک نداشتم، یه تیکه گوشت بودم رو تخت. بعد آره بعد که انقدر رفتم فیزیوتراپی و ورزش و هی اینا رو انجام دادم، تونستم الان میتونم در حد 4 دست و پا به قول من رو حرکت بکنم. آها خب. و بیرونم که میری با ویلچره؟ آره بیرون تو کلن با ویلچره. بعد بخوام جای دوری هم برم که
میز کمکم میکنن، ورم میدارن میذارن تو ماشین، دوباره میذارنم رو ویلچر میرم میام. که جای خاصی نمیشه رفت در ایران، کسی ایران جای کسی میاد مسئول آره ماشین آره داداشم، آره داداشم، خواهرم، آره کمکم، خانوادم کمکم میکنن. بعد جای تو ایران هم که جای خاصی نمیشه رفت، انقدر که مناسب سازی نشده، خیابونا، مراکز خرید، پارک ها، پاساژ ها، هیچ جا درست حسابی نمیشه رفت، مخصوصا اونایی که قدیم، جاهای قدیمی هن، رمپ ندارن. حتی شما فکرشو بکنید، من اوایل تصادف چند جلسه ما میخواستیم بریم بیایم پزشکی قانونی واسه معاینه. پزشکی قانونی اینجا ما میرفتیم ساختمونش جلو در ساعت دیگه، پزشکی قانونی جایی که آدمای مثل من میرن میان دیگه، اکثرا تصادفی و اینجور چیزا هم که میرن. اونجا هم حتی اینجوری نبود، اونجا پله بود، آسانسور نداشت، هیچ رمپ هم نداشت. من 4 بار رام افتاد، پزشکی قانونی 4 بار رام افتاد، ویلچر منو 2 تا 3 تا آقا بنده خداها اومدن کمک برادرم و خواهرم و اینا هر کی پیشم بود، 3-4 تا آقا ویلچر به اون سنگینی، منم خب بالاخره 60-65 کیلو خودم وزنم، ورداشتن گذاشتم 5-6 تا پله رو بالا. بعد میگی بهشون چرا آسانسور نداری؟ میگه همینه که هست دیگه، چیکار کنیم. خب پس زنجانی، من اتفاقا زنجان چند تا دوست خوب دارم، اونا رو بهت معرفی میکنن. تو ازدواج نکردی؟ من چرا، قبلا ازدواج کرده بودم، یه پسر دارم، ولی 6 سال پیش جدا شدم، یه مشکلاتی داشتیم که اونم باز بماند. که پسرتو میبینی؟ آره پسرم میاد میبینمش، گاهی میاد پیش من. الان دوست پسر نداری؟ نه من خیلی اهل اینجور چیزا نیستم، چون حوصله‌شو ندارم. اصلا هر کی بیاد خیلی میان دایرکت، واقعیتش چرا به میان دایرکت عکسمو میبینن نمیدونن اینجوری داغونم. جان جیغ و داد میکنی و میگی برید اون نه نه اهل جیغ و داد هم نیستم، خیلی آدم صبور و پرتحملیم. خیلی میان دایرکت اون عکس پروفایلم رو میبینن میگن چقدر خوشگل، میام میگن چه خانم جذاب. خوشگل هم هستی؟ نه بابا من نمیدونم اینجوری نشنیدم، ببخشید. گفتم دوزلوس هم دوزلی سال هست سیزن لطف زمان. بعد دیگه اینکه آره دیگه اینکه اینم مشکلات اینجوری. بعد میان دایرکت پیام میدن و اینا، میگم بهشون میگم من به درد شما نمیخورم. خب شاید یکی باشه واقعا تو رو دوست داشته باشه. من خودم کسی بودم که میخواستم برم با یه جانباز ازدواج کنم. یکی نوشته که عکس دندونات هم نشون دادی، مثلا خب من قیافم دست نخورده، مثل دخترهای امروزی بودم، میرفتم دماغم رو عمل میکردم، میرفتم گونه میکاشتم، هم کاملا قیافه طبیعی. اتفاقا ببین اون کسی که نچرال طبیعی واقعی باشه، من یه دونه استوری دارم که زیباترین آدم ها در بعد از 5 دقیقه برای آدم ها عادی میشه. شما اگه نمیخواییم برین از اون کسایی که زنهای خیلی خوشگل مشکل دارن، ولی خب بعد برید، چون من کارم مشاوره بوده و واقعا دیدم که چقدر اینا حتی یه سری کسا متنفر از زنهای زیبا هستن. آره موام هم رنگ نمی کنم، ببینید موام سفیدم شده. بهتر مهم نیست، باشتا رو سر باش بابا باشه. بعد دیگه اینکه منم اتفاقا مدرسه اون موقع که تدریس می کردم، یک سری از دانش آموزام با من مشاوره می کردن. به مشاور مدرسه مشکلاتشون رو نمی گفتن، به من می گفتن، می گفتن خانم ما احساس میکنیم به شما راحت تر میتونیم اعتماد کنیم. چون خیلی با بچه ها راحت بودم، خیلی با دخترها راحت بودم، چون دبیرستانی بودن، منم خیلی تفاوت سنی باهاشون نداشتم. آره دیگه پسرم اومده نیچه سن کزر من ده توش باشم من رو ببینی با کی دارم حرف میزنم. آره اسم چیه؟ کومیل. کومیل مامان تو دوست داری؟ بله خیلی تو دنیا سمیشه. ای وای تو
تو دنیا از همه بیشتر دوست دارم نه دوزله. باریکل آفر، اومدی ببینی مامانت با کی حرف میزنه. آفرین، نگاه کن ببین چقدر در رابطه با مسائل تو مهمه براش. آفرین کامل. همش مامان فقط برای من تو این دنیا الان مهم اینه که تو راه بری، راه بری. حالا الانم راه نری، خیلی کارهای دیگه. کامل ببین، مامانت الان راه نمیتونه بره، ولی خیلی توانایی های دیگه که داره. خیلی ها راه میرن، خوشگلی دارن، ثروت دارن، نمیدونم اندام فلان دارن، ولی خوشبخت نیستن. بله ببین، باید بیا خوشبخت داشتیم. مامانت خوشبخته. دیدی؟ ببین پس یه آرزوی اینو نکن که مثلا الان به قول معروف الان پاشه نمیتونی. خیلی کار و توانایی های دیگه ای داره که میتونه اون انجام بده. ماها الان توی کشوری، من کشوری که زندگی میکنم، خیلی معلول زیاد داره، خیلی معلول زیاد داره. آلمان زندگی میکنم، هامبورگ، ولی اینا اینقدر اعتماد به نفس، اعتماد به نفسشون بالاست و کارا توانایی ها. من خودم میخواستم با یه معلول ازدواج کنم دیگه. آها بله درست. ببین کتابامو برات میفرستم کامل، کتابای منو بخون ببین که چه چیزی. اصلا انسان، حتی خیلی کسا هستن که من، یکی از دوستام توی این کتاب سیبای من هست که قطع نخا از گردن شده بود، اسمش هم اصلا بهتون بگم، این دستاش هم اینجوری بود. پنج چقدر کتاب چپ ترجمه کرده، از فارسی به سوئدی. درست. از فارسی به سوئدی. بعد میدونی چجوری من رفتم خونهش، گفتم، این زمان دانشجویی باش دوست بودم، گفتم سعید وای تو چرا؟ گفت واقعا من این با روحیم تونستم خودمو قدی کنم. بعد گفتم ببینم چجوری کار میکنه. ببین الان تو دستتو نشون بده. چیز کامل تو نه، ببین دستش، دست سعید اینجوری بود. من آخه سعید یکی از کسایی بود که اون زمانی که دوره دانشجو، قبل از اینکه اونم تصادف بکنه قطع نخا بشه، قطع نخایش میدونه از کجا بود؟ از گردن بود، ولی قطع نخای تو از کمره. این خودش خیلی امجاز. بعد اینجوری گفتم سعید برای من نشون بده، بعد با اینجاهاش تایپ میکرد. بله. باور میکنی؟ با دستش اینجوری باید میکرد. من اینقدر یک روحیه بالا، یک روحیه قوی. به مامانت دیگه نگو آرزوم اینه که راه بری، بگو آرزوم اینه که از این توانایی هایی که الان داری استفاده کنی. بله بله آره اینه. ببین بابات رو میبینی؟ بابات میری پیش ده. بابات هم دوست داری؟ باباش زندگی میکنه کلن. کلن باباش زندگی میکنه، گاهی پیش منم میاد. بابات هم دوست داری، مامانت هم دوست داری. خب این خیلی خوبه که با دوتاییشون خیلی خوب چیز کرده. حالا اگه مامانت یه دوست پسر بگیره، نظر تو چیه؟ خب ناراحت میشم، عصبانی میشم. ای وای الله، هیسلرن ناراحت اومد چوش بازه چه خاطر. وای 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 کمه اون که دیگه نگرتی میشه. پس ناراحت میشی میگی ماما اگه مامانت مثلا چقدر صادقه، چقدر دوزی. آره بگو که صفحتو پابلیک کردی. اصلا کمه نخواهی ببینی گیا چه حرفایی میزنن، سری جواب شما بدی. نخون نه اگر مامانت هم باهاش یه کسی رو دوست شد، این حق مامانته. نباید بگی مامان ناراحت، من ناراحت میشم. آها بله. خب مام ناراحت هم نیافته با مامانت، شاید یه دفعه آخر عاشق کسی هم بشه دیگه، جوون 39 سالشه. نه حتی اگه بابام هم تو سختر بگیری ناراحت میشم. ای وای هستا چند سالت کمیل؟ پدر سخته. 13. پس بابات هم نذاشتی. یه لایو هم با بابات میذارم، اونم دوست دختر بگیره. چشم بره. ببین من اتفاقا کتاب منو میخونی توی چیز، من یه زن دوم یکی از یه مردی که حالا داستانش هست دیگه، اونم بچه هاش
من همیشه میگفتم که دو تا مامان داشته باشید بهتره از اینکه یه مامان داشته باشی. تو هم دو تا بابا داشته باشی بهتره. مگه ندیدی یه دفعه دیدی با دوست پسره مامانت دوست شدی، با دوست دختره مامانت هم دوست شدی و رابطه خیلی خوبی برقرار میکنی. خب برو داشت خط رو درست کن عزیزم، برو خوشگل خدا حافظ. الله الله من یادم وای بو من یادم سالد تبریزه ای وای الله نه دوزلیده. آره ای وای 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 نه دوز مامانم هم بره ناراحت میشم، بابام هم بره ناراحت میشم. دوست آره همیشه هر کی ازش میپرسه میگه که مثلا هر کی ازش میپرسه که بابات ازدواج نکرده هنوز، کامل میگه نه من اگه بابام ازدواج کنه میام پیش مامانم همیشه زندگی میکنم. بعد میگن خب اگه مامانت هم ازدواج کنه موقع چی؟ میگه دو تاشون هم ترک میکنم میرم با مامان بزرگام زندگی میکنم. نه نه خب ببین بچه اینا آره. نه بچه الان 13 سالشه، این اون تعصبات که مثلا بهش یاد دادم، ولی وقتی که احساس بکنه من خودم دوست دختر جمالو که کوچیک بود گفتم جمال بگو بیاد خودم با هم حرف بزنیم دوست بشیم. خب این رابطه ای اون بچه هم خیلی مهمه. به هر حال حالا امیدوارم، ولی خوب بود، چقدر خوب که اومد جلو، خیلی خوشم اومد. آره سری اومد پرید جلو. این یعنی این که براش مهمه، خیلی باشم قشنگه، میشه باش حرف زد. خوش آره نه بچه عاقلیه، بچه درس خونیه خدا رو شکر. البته خیلی اوایل حالش بد بود چون تازه من جدا شده بودم، از یه طرف طلاق این بچه رو تحت فشار گذاشته بود، از یه طرف هم من تصادف کردم به این روز افتادم، بعد بدتر این عوامل باعث شد که اعصابش خورد بشه، نمیدونم خیلی میشه افسردگی گرفته بود انگار، یا مدت بازی نمیکرد با بچه ها، بیرون اصلا نمیرفت. نرماله دیگه، ولی الان من حالشو دیدم خیلی خوبه. بعد دیگه اینکه مشکلات مختلف دیگه، برم بیرون بخوام با خانوادم مثلا تابستون هوا که خوب میشه، چند بار شده خواستم منو با ویلچر ببرن پارک، آب و هوا عوض شه، یه پارک درست حسابی پیدا نمیشه که با ویلچر راحت رفت. تو ایران کلا متاسفانه مناسب سازی مکانهای عمومی درست حسابی نیست. خب حالا اینا یه سری چیزا هست. یعنی مگه میخوای الان خارج بری؟ خیلی دوست داشتم به خاطر درمانم بیام آلمان یا سوئیس که متاسفانه اوایل نمیشد، بعد دیگه بعدن که تصمیمم قطعی شد خوردیم به کرونا و یه سری جراحیایی داشتم که متاسفانه نشد دیگه نرسیدم. الان یه سری اول یکی بر من گفته که دخترته، یعنی تو دختر منی که با تو دارم حرف میزنم. فکر کردم ترکی حرف میزنی من دخترم. نه دیگه خب میخوره دیگه، من 60 سالمه تو 39 سالمه. مامان منم دقیقاً 60 سالشه. خیلی خوب دیگه. مامانم هم 60 سالشه باید. آها یه سری دارن به من فوش میدن، آها تو زیاد نگران نباش. نه میده من فوش، منم که دیگه عادت کردم بذار همه فوش و فوشاشونو بدم. بدید بچه ها فوش، بدید اشکال نداره. خب ادامه قرار نیست با یکی دوتا حرف آدم عقایدشو عوض کنه یا مثلا افکارشو بخواد با دیگران هماهنگ کنه دیگه، هر کی یه عقیده‌ای داره دیگه. ما الان حرف بعدی نمیزنیم، تبلیغات منفی نمی کنیم، داریم در مورد شرایط من حرف میزنیم. حالا اصلا ببین نگاه کن، ازم بد و خوب رو کی تعیین میکنه؟ با همین اخلاقیات با همه مسائل باعث شدن که ای وای زشته، مثلا فرض کن که با یه مرد حرف نزنی زشته، نمیدونم فرض کن نمیدونم نه روسری تو بر نداری زشته، نمیدونم برخصی زشته، فلان، تمام این چیزایی که هست انسان ها رو محروم کردن از لذت هایی که داره. این فائزه داره خیلی قیلی داره به من فوش میده، اصلا یه لیوان آب بخور فائزه.
فائزه است، فائز کیه؟ یه لیوان آب بخور، یه ذره آروم باش، اشکال نداره. همین الان که من اینو از اینجا که نتونستم و از راه بدرش کنم، نترس، تو هستی، میتونی تو دایرکت بری بهش کل نصیحت بکنی و ارشادش کنی. خب ازم خیلی واقعا خوب بود، خیلی عالی بود که این پیشنهادو به من دادی و من چقدرم دلنشینی، چقدرم نچرال و طبیعی، خیلی خوبی. به نظر من واقعا این کارهایی که انجام دادی، اولا که دیروز گفتی پیجمو پابلیک میکنم، بذار همه بیان تو رو فالو کنن، همه بیان باهات اصلا بیان ببیننت، بیان مثلا ممکن اصلا یه کسی بگه که من واقعا تو رو با همین شرایطی که هستی دوست دارم. خوب. خیلی اومدن حرف زدن، شعار دادن، رفتن. من به خاطر همین تو پروفایل هم اینستاگرامم هم تلگرامم هم واتساپ هم نوشتم کار هر مردی نیست خرمن کوفتن، گاو هر میخواهد و مرد کهن. نمیدونم شرایط منو میان مینویسن، بعد میگم که من بهتره نگم بهت برو، بعد هی بعضیا اصرار میکنن که میخوان باشم و اینا. که ببینم تو رو، بخواد تو رو ببینه. آره خیلی مثلا با مامانت آشنا بشن، با برادرت آشنا بشن و بیان بگم. آره مثلا صحبت کردن، اومدن دیدن. یه سری من یه مدت تهران بودم کلا به خاطر درمانم، اونجا اومدن دیدن، نمیدونم توی بیمارستان بستری میشدم، یه بیمارستان توانبخشی بود که اونجا دو ماه میموندم. من هر روز میرفتم تو قسمت فیزیوتراپی و ورزش درمانیش کار میکردم به خاطر درمانم. خیلی ها بودن میومدن میدیدن، حرف میزدن، ولی نمیتونن بمونن، نمیتونن دووم بیارن. نمیتونی اینو بگی. بذار، البته ممکنه یکی بیاد شرایط تو رو ببینه، برگرده بگه که خوب من نمیخوام، این حقشه. ولی بودن، من خودم با یه کسی جانباز، با یه سری کسایی که بچه هایی که بودن، من با دیدم، زندگی کردم. کسی بوده که 19 تا ترکش به چشمش خورده بود، 2 تا چشمش نابینا بود و نصف بدنش لمس بود. خب من با این آقای نظری که حتی با یه چیز طوری میرفت، انقدر باید این آروم میرفت، همیشه میگفتش که اون موقع زینب به من میگفتش، چون دوران زینبم، تو کتاب زینبم اینو داستانشو نوشتم، که میگفت حتی یک خودکار جلوی من میتونه منو بندازه روی زمین. این آدم روزانه، اون زمان اینترنت و اینجور چیزا نبود، جریان مال تقریبا من اون موقع فکر کنم 27-8 سالم بود با این آقای نظری آشنا شده بودم. بعد ببین انقدر این روزانه نوار، از این نوار کاست های قدیمی که بود، یادت میاد نوار کاست هایی؟ آره میدادی، از اونا گوش میداد. بعد دو تا هم توی اصلا فلسفه خوند، چقدر من انقدر اینو دوستش داشتم، با خانومش هم دوست بودم. برو جلو، هی نگو که با شرایط من میخونی یا من رفتم جلو. من رفتم جلو، بعد چند روز اومده مثلا طرف پیام نوشته که من نمیدونم، من فکرام کردم آره برات آرزوی سلامتی میکنم و اینا، شرمنده، خدا نگهدار. من خیلی عادی گفتم خدا نگهدار، چون میدونستم، میشناختم روحیاتش رو، میدونستم بالاخره میاد و این پیام رو یه روز برای من مینویسه این طرف مقابل. یکی بچهش رو بهونه میکنه، یکی بچه‌م رو بهونه میکنه، یکی شرایطم رو بهونه میکنه، یکی بچه من با من نیست، بچه‌م با پدرش زندگی میکنه کلن. و اونجاست دیگه، مثلا خیلی باهاش در ارتباط نیستم. گاهی میاد اینجوری مثلا یه هفته اینا پیش من میمونه، بعد میره خونه پدر بزرگش و باباش با اونا. ولی ببین به هر حال، اولا این نقطه خیلی، نقطه آغاز خیلی خوبیه که تو آدما رو میذاری بیان برخورد کنن. ولی حالا یه سوالم دارم، آیا شرط تو حتما ازدواجه یا اینکه میتونه مثلا دوست پسر دوست دختری هم باشه؟ نه، من میدونی چیه، نه این که بگم با مثلا دوستی مخالفم، نه بخوام بگم نمیدونم سجاده بکشم از این حرفا بزنم، نه اینجوری نیست. من میگم آدم وقتی میخواد یه کاری رو شروع کنه، هر کاری، نه فقط مثلا یه رابطه دوستی،
بدونه برای اون کارش در نهایت یه هدفی رو تعریف بکنه، آخرش یه هدف باشه که من میدونم وقتی نمیتونم من اینجوریم، نه اینکه بگم رابطه دوستی، یعنی بدون ازدواج حاضر نیستی، خلاصش اینه. آره من میگم وقتی من میدونم با یه ازدواج موقت چی مثلا سیغه چی، نه میدونید چی، آخه اینا به درد نمیخوره اینجور روابط. تو الان شاید برای یه خانومی که تو شرایط من نیست، برای یه خانومی که سالم از لحاظ جسمی تو شرایط من نیست خوب باشه، مناسب باشه، حالا مثلا طلاق گرفته یا شوهرش بود کرده، ولی خب این حق به هر کسیه. نگاه کن که مثلا بیاد بگه من حاضر، مخه ببین الان آدمایی که حد شرایط تو رو ندارن الان این کارو نمیکنه. طرف بیاد میگه خب بابا بریم یه هفته با هم زندگی کنیم، ببینیم هم دیگر رو، بریم بگردیم، شاید مثلا فرض کن بیاد تو رو با ماشینش ببره مثلا با هم برید شمال بگردید بیاید. خب حتی همون هم که اگر همون هم خوبه برای روحیه من، خوبه مثلا من 4 سال تو خونه هستم، جایی نمیرم جز برای واجب اداری که باید حتما خودم باشم. بیا بریم با هم دیگه شمالی بگردید. من خودم بوده یکی تو یه شرایط خانوادگی من، شرایط خانوادگی من برای اینجور مسئله آمادگی نداره، جور نیست که مثلا بشم یا با آقای محرم بشم که مثلا موقت منو برداره ببره. من توی شرایطی بزرگ شدم توی خانوادم که نمیپذیره متاسفانه، یا حالا خوشبختانه نمیدونم، این شرایط برای مقابل قبول نیست. خیلی خوب، باشه باشه، به هر حال وقتی که نمیخوای، مهم اینه که خودت نمیخوای دیگه. الان من خدا بهتر. آره نه، من برای دوستی واقعا میدونید، دوستی آقایی که مثلا با یه خانم دوست میشه الان اینجوریه، میگه بیا بیرون، بریم بیرون دور بزنیم، بعد بریم یه روز مثلا خونه من یا خونه تو برای مسائل، حالا حقش رو حق طبیعی آدماست و این یه نیاز طبیعیه، مثلا برای مسائل جنسی فلان. من وقتی اینجور نه اعصابشو دارم نه شرایطی. حالا از این مسئله بگذاریم، یعنی در مورد معلمی تو، آیا حاضری که آنلاین کار انجام بدی؟ در چه رشته معلمی بودی؟ من هم دوره دبیرستان، هم دوره اول که الان 7م، 8م، 9م اسمش، و دوره دوم دبیرستان تاریخ، جغرافی، جامعه شناسی، اقتصاد بچهای دوم انسانی و آمادگی دفاعی که یکی از درس‌های بچهای نهم هستش، اینا رو تدریس کردم و میتونم. خب دیگه رشته‌های خیلی خوبه و اینا حتی رشته‌های شفاهیه، یعنی تو میتونی. اصلا مدرسه یه مدت آچار فرانسه بودم، یه مدت یه مدرسه می رفتم، تعداد کلاسش کم بود به خاطر اون معلم قبول نمی کرد یه سری درس ها رو بیاد. بعد چون من دبیرستان رشته تجربی درس خوندم، بعد دوست داشتم شیمی بخونم، چون شیمی قبول نشدم دانشگاه، دیگه رشته های دیگه تجربی رو دوست نداشتم، رفتم کنکور انسانی دادم. کنکور انسانی دادم، لیسانس علوم سیاسی خوندم که سرشار از درس های جغرافی و جامعه شناسی و تاریخ و اینجور چیزاست. بعد ارشد و تاریخ جهان خوندم که باز توش خیلی راحت تو میتونی با این وضعیتی هم که الان هستی اصلا کنفرانس بذاری، نمیتونم مثلا حتی قشنگ با این، به نظر من حتما دنبال کارتو بگیر و حقم با اوناست که میگم بیا درستو بده، و بالاخره مدارسی هستن که این امکانو دارن که تو آسانسور داشته باشن و تو با ویلچرت بری، و وقتی توانایی تو رو ببینن 100% تو رو پذیرا میشن. وضعیت مالی خونتون خوبه؟ خانوادتون متوسط؟ مثلا از این ویلچرهایی هستش که برقی خیلی با سرعت و فلاینا میره؟ نه اونا ندارم. اتفاقا زمان اوائلی که تصادف کرده بودم، اول دکترها خیلی ناامید کرده بودن، خانوادم و اینا فکر میکردن که مثلا قطع شده نخوام، ولی فهمیدن که بعدن دیگه حرکت هم شروع شد با فیزیوتراپی و اینا تا حدی. اوایل میگفتن چون نمیتونه دیگه حرکت کنه حتما تا آخر عمرش براش ویلچر برقی بگیریم، مثلا اون موقع ویلچر برقی خیلی ارزون بود، الان که دیگه اصلا ویلچر معمولی که مثلا من دارم قیمتش چند ویلچر برقی یا چیز برقی ها الان بالای 15 میلیونه.
خب بذار ببینیم که اگر شد، من یه دوستی دارم توی تهران، اونو بهت معرفی کنم، هر 3-4 ماه یه بار میاد آلم هامبورگ، اگه بشه ما بتونیم برای تو تهیه بکنیم و اینها. با البته من دنبالش نمیرم، ولی به عزت میتونم برم بگم که اگر شد خودت باش هماهنگ کنی، یا یه دونم از دوستم احمدم دشت مغانیه، تو رو هم ببینه حتما میگه چه خانم خوبی و فلان اینا، خیلی دیگه احمد بگم دنبالش رو بگیره. نظرت چیه که بمونی یکم هم با بچه ها صحبت کنی، من برم، موافقی؟ اکثرا فالوورای شما، چون من خیلی فالوور ندارم. مهم نیست، باشه باشه، بازم با تو دوست میشن دیگه. ببین الان میگه من حاضرم. سونیا، مرسی سونیا خانم دکتر، من دوستی دارم که میدونم. ببین بچه های خیلی خواله، درسته یه سری کسا فوش و اینا میده. ببین سونیا، ایشونو معرفی میکنم، میگه میتونم. سونیا یه خانم خیلی، بچه هایی که طول فالوئرهای من هستن، بچه ها شما با ازم دوست بشید، فالوش کنید، با هم دیگه در ارتباط باشید، بعدش بچه ها حرفای خیلی خوبی میزنن، روابط خوبی ایجاد میشه برات. من برم که یه مقدارم با اون آشنا بشی. اوکی؟ موافقی؟ من اینم بگم که در مورد مشکلات درسی بچه های، حالا اونا که تو لایب هستن، اگه خونشون بچه دارن یا خواهر برادر کوچیکتر دارن، مخصوصا مثلا حالا من اونا که تو رشته خودم هیچ تاریخ و جغرافی و جامعه شناسی و اقتصاد بچه های دوم انسانی بودن، الان 11 میشن دیگه، اونا رو من مشکلی ندارم. بعد چون یه مقداری کوچولو زبانم هم خوبه، فقط در حد زبان بچه های دوره اول دبیرستانم میتونم کمکشون کنم، نه به خاطر مسائل مادی ها، نه اگه کسی اصلا دایره... کسی بیاد. به 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 به، خیلی عالی بود، با بچه ها حتما حرف بزن تو این فاصله، من مطمئنم من ازدواج میکنی. آخه من میرم ببینم چی بود. مرسی بچه ها، مرسی، من میرم. بچه ها حتما باشید تا آخر لایف، باش جواب بده به بچه ها، باشون دوست شد. خواهش میکنم، خوشحال شدم. یکی نوشته که استخر درمانی، آب درمانی نمیشه، بیمارای نخایی مثل من یه سری مشکلات داریم که نمیتونیم تو آب بریم، حالا اونا رو بعدم میتونم بگم، اینجا نمیشه. اونام که فوش میدن دیگه میدن دیگه، برای من مهم نیست. پروفایلتون رو بخونم آقای محترم، من میرم دنبالش، کارهاشون رو انجام میدم که به ویلچرش برسه. خیلی ممنون. آقا مشتبا دو آبی، من بله زنجان هستم، شما به من دایرکت بدین سونیا خانم، من بعدن با اتون صحبت کنم. من رسمی هستم المیرا جان، بله. بعد یکی از فالوورای منم که نوشته من نمیدونستم اعظم خانم مشکل نخایی داره، تصادف کرده. بله دیگه، خیلی وقت این اتفاق برای من افتاده و هست. من دبیر جامعه شناسی، تاریخ، جغرافی و اقتصاد بچه های انسانی رو درس میدادم، دکترام داشتم، میخوندم، ارشدم رو خوندم، تمام شد، تصادف کردم، شرکت کردم، دکترا قبول شدم که متاسفانه به خاطر تصادف ناقص موند. مرسی المیرا جان، مرسی. سلام. سلام علیکم. خسته نباشی، خوبی؟ آه شما خوبه؟ سلامت باشید، متشکر. خدا رو شکر سلامتی ازم. من از شما طلب حلالیت دارم، چون که واقعا نمیدونستم اینجوری شما رو ویلچر هستی، و نسبت پروفایل تو که دیدم ناراحت شدم، الان واقعا خیلی ناراحت شدم، و الانم بابت اینکه کاراتو میتونم انجام بدم تو تهران، برای هر جایی خواستی نتونستی بری میرم برات انجام میدم که به ویلچرت برسی. شکر. خلاصه به بزرگیتون ببخشید، من موقع پروفایل شما رو دیدم ندونستم که اینجوری مبتلا به این بیماری هستی، و ناراحت هم شدم الان، حلال کنید. خلاصه نه، خواهش میکنم، اشکال نداره دیگه، آدم ها وقتی یه چیز رو نمیدونن دیگه، ما ایرانی هم عادتمونه دیگه، وقتی اطلاع نداشته باشیم یه کلا آدمی زاد اینجوری دیگه، یه چیزایی میاد تو ذهنش که
حالا بعدن دبیر تاریخ هست شما؟ تاریخ و جامعه شناسی درس میدادم. تاریخ تمدن یا تاریخ؟ نه من تاریخ جهان خوندم. تاریخ جهان رو خوندی؟ بله، البته دیگه متاسفانه قبل از تصادف بود، چون توی تصادف من یه ضربه خوردم، یه شوک به هم اصلا وارد شد. آره. باور میکنید نصف اطلاعات هم پریده انگار. آره. بعد مدت کلن آسیب میبینه در موضوعت. خودم تصادف کردم دو بارم، ولی خدا را شکر اشکالی برام پیش نیومد. چه سالی تصادف کردی شما؟ من شب عید 95، یعنی آخرین روز سال 94. الان دو سال و دو... چهار سال و دو ماهه. البته الان میتونی توی شرایط، این شرایطی که کرونا پیش اومده، شما بتونی که تدریس کنی ها. میدونم، ولی من خیلی علاقه دارم به تدریس، ولی خیلی اصرار ندارم که حتما کسی بیاد از من تدریس بگیره یا مثلا من این کار رو انجام بدم. من فقط تنها چیزی که تو این چهار سال بهش فکر کردم فقط درمانم بوده. درمانم برام مهم. درسته، آخه درمانم یه سری درمان، الله خودت بهتر میدونید، درمان روحی بالاتر از تمام درمان ها. شما اگه بتونی تدریس کنی از لحاظ روحی خیلی رویه میگیری. حالا الان که شده با یه گوشی میتونی تدریس کنی، خدا رو شکر میتونی صد نفر رو آموزش بدی. من دکتر خوب بوده، اینقدر روحیم بالا بود که روحیم خراب نشد. البته نه اینکه آدم معلومه، ناراحت رنگ رنگ رو معلومه ناراحت میشه به خاطر اتفاق بعدی که افتاده براش، مخصوصا من که یه آدم خیلی فعال و اکتیو بودم، دانشگاه میرفتم مدام، ورزش، مدرسه. بعد به اوایل افسردگی دینا یه خود گرفتم، روحیم خیلی خوبه. نه که بگم من حتما باید تدریس بکنم که روحیم برگرده، نه، ولی خب تدریس رو دوست دارم. به پسر کمک کنم تو درسی الان که آنلاین همه دارن درس میخونم، به بچه خواهرم کمک میکنم، هر کی تا اونجا بتونم از دستم بر بیاد انجام میدم. خدا خوشحال شدم، خدا نگهدار. المیرا جان، نه من با واکر میتونم سر پا وایسم، یه حدی به قول معروف میتونم سر پا وایسم، وزن میندازم رو پای راستم، ولی رو پای چپم نمیتونم. پای چپم خیلی عصبهاش آسیب دیده، نمیتونم رو پای چپم وزن بندازم، پای چپم زانوم خالی میکنه. ولی خب باید یه مدت ادامه پیدا بکنه تا این پای چپم هم به قول من قدرت عضله برگرده، که متاسفانه خوردم از 7-9 ماه پیش خوردم به مشکل زخم بستر و جراحی و بعدش کرونا. دیگه الان 7-8 ماه نتونستم متاسفانه فیزیوتراپی و ورزش کنم، فعلا همه چی تعطیل شده دیگه. خیلی خوشحال شدم از اینکه صحبت کردم تو لایو با زیبا خانم، با در واقع به خاطر آشنایی با فالوورای زیبا خانم. خیلی ممنون هستم در خدمتتون برای درس بچه‌هاتون. اونایی که تو دایرکت اگه سوال داشتن یا اگه زنجان هستن میتونن بیان اینجا درس بدم بهشون، بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ توقعی از کسی سوالی داشت، میتونم به درس زبان بچهای دوره راهنمایی کمک کنم، به درس جامعه شناسی، تاریخ، جغرافی، اینجور چیزا، هر کی خواست در خدمت هستم. شبتون بخیر.